صبح بخیر، عصر بخیر و شبتون بخیر بچه ها. به یه ویدیوی داستانی دیگه از بلک میث ووکانگ خوش اومدین. توی این ویدیو میریم سراغ داستان تمامی باس هایی که در چپتر 2 باشون روبرو میشیم که هول یلو سند میچرخه کل چپتر و خود چپتر 2 هم توی یه بیابون شروع میشه به نام یلو ویند ریج. اگه ویدیوی مربوط به داستان باسای چپتر اول رو دیده باشین، باید بگم داستان باسای چپتر دوم خیلی بیشتر به دلم نشست و واقعا به نظرم معرکه تر از اولشه. پس بذارین از یلو ویند سیج و نوچه ها شروع کنیم. داستان این باس هم طبق انتظار باز از روی رمان چینی جرنی تو د وست الهام گرفته شده. سالها پیش در جایی به نام والچر پیک یه موش زرد زندگی میکرد که خیلی کوچیک بود. این موش تمرین میکرد، تمرینای مرتازا رو انجام میداد و در آخر موفق میشه خودشو یکم شبیه به انسانها بکنه. بعدش هم میره و از منطقه والچر پیک یه شیء ارزشمند رو میدزده و پا به فرار میذاره. ولی بودا از این قضیه با خبر میشه ولی عصبی نمیشه، بلکه به فردی به نام لینگ جی، واسه اینکه اسمش تا آخر ویدیو یادتون بمونه میتونین بگین لویجی یا کلن بگین جواد، به لینگ جی دستور میده این موش رو تحت آموزش خودش در بیاره و خلاصه آدمش کنه یکم. واسه این کارم باید اونو میبرد به منطقهی به نام یلو ویند ریج تا آموزشش بده. ولی سر راه این موشه یه قدرت جدید کشف میکنه و موفق میشه بادافزاری کنه، طوری که بتونه از باد به عنوان سلاح استفاده کنه. اسم این قدرت هم بازی بهمون میگه سامادی نام داره، سمد خودمون. اینطوری میشه که موش قصه ما از دست لینجی فرار میکنه و سر به بیابون میذاره. حالا گوش کنین. تا وقتی که با یه ببر آشنا میشه، نه این ببره، این ببره، این ببره در واقع پسر این ببره است، اینم برادرشونه. به هر حال بابا ببره با موش ما آشنا میشه و این دوتا خیلی با هم صمیمی میشن. یه روز این موشه احساس میکنه که در شهر ساحلی، من بهش میگم ساحلی، اصلش ساحالیه، یه قدرت عظیم مخفی شده توی این شهر و واسه همین میرن به این شهر، شهری که وقتی خورشیدش غروب میکرده یه صدای مانند میداده و شهروندار رو آزار میداده. پس بودا بهشون یه تبل هدیه میده تا وقتی این صدا رو شنیدن بکوبنش تا صدای کامل از بین بره. مردم به خاطر این کار بودا خیلی اونو پرستیدن و این باعث شد پادشاه شهر عصبی بشه و پرستیدن بودا رو ممنوع اعلام کنه. مردم هم دیگه بودا رو آدم حساب نمی کردن. ولی یه شب که تبل زدن تا صدای سه از بین بره، از بین رفت، ولی بعدش یه هیولا توی شهر ظاهر شد. هر شب وقتی این تبلو میکوبیدن صدای از بین میرفت، ولی این جونور احضار میشد که توی من شرور 4 ازش الهام گرفتم. در آخرم همین جونور زد کل شهر رو با خاک یکسان کرد و مردم فکر کردن اینا همش به خاطر اینه که پادشاه گفته دیگه بودا رو نپرستین، اینم مجازاتشونه. و هیچ کسی هم نمیتونست این هیولا رو از پا در بیاره چون خیلی خیلی قوی بود. اینجاست که موش قصه ما قدرت این جونور رو احساس میکنه و میاد تا باش بجنگه تا قدرتش رو بکنه واسه خودش. ولی متوجه میشه باد مرگ آفرینش روی این موجود تأثیری نداره، چرا که این هیولا دارای یه تلسم محافظ هستش. اینجاست که موشه با ووکانگ آشنا میشه. ووکانگ هم کمکش میکنه تا این هیولا رو شکست بدن. بعدش هم برمیگرده به یه زمان دیگه. وقتی ووکانگ میره، پادشاه شهر از موشه تشکر میکنه که مردمشون رو نجات داد، غافل از اینکه موشه واسه قدرت این موجود به اینجا اومده بود. و موشه رو هم میکنه مشاور خودش و بهش لقب ناجی مردم رو میده. یه روز این موشه به پادشاه میگه تا یه فرمان جدید صادر کنه، فرمانی که میگه از حالا به بعد موشها با مردم عادی برابر هستن و میتونن باشون زندگی کنن. اینجاست که پسر ارشد پادشاه عصبی میشه و به موشه حسودی میکنه چون یه موشه. پادشاه و پسرش قبلا انسان بودن. هر سه تا پسر پادشاه از این قضیه ناراحت میشن و پسر کوچیکه اصلا شهر رو ترک میکنه کلن، ولی نظر پادشاه عوض نمیشه. فرمان صادر میشه و یه روز توی جشن تولد موشه خود پادشاه میاد و بهش ادای احترام میکنه و در برابرش زانو میزنه.
پسر ارشد از این قضیه خیلی عصبانی میشه و میاد کل جشن رو به هم میزنه. پادشاه هم میاد پسر ارشد خودشو زندانی میکنه. سالها میگذره و موشه کم کم کاری میکنه تا کل اهالی شهر همگی تبدیل به موش بشن مثل خودش. بعدش هم همه اهالی شهر رفتن و در یلو ویند ریچ زندگی کردن، یه منطقه دیگه. سر راهشون هم متوجه شدن که بعضی از افراد سنگی هم وجود دارن که خودشونو توی سنگا این همه مدت قایم کرده بودن. این آدم سنگی ها دو تا خدا هم داشتن، یکی به نام مادر سنگ ها و دیگری پدر سنگ ها. جالبیش اینه همین آدم سنگی ها هم درگیر نبرد داخلی هستن. این دو تا خدا میخوان افرادشونو آماده کنن تا در برابر قدرتمندترین آدم سنگی که توی جهان وجود داره بجنگن. آدم سنگی که هیچ کسی حریفش نیست و ما توی بازی نمیبینیمش. اینجاست که موشه تصمیم میگیره به این دوتا خدا کمک کنه تا بتونن آدم سنگی شرور رو شکست بدن. با کمک موش و افرادش این دوتا به اصطلاح خدا موفق میشن این کار رو انجام بدن، از اساره آدم سنگی شرور به نفع خودشون استفاده کنن و تبدیل به موجوداتی شبیه به آدم بشن. اینجاست که محافظ کوه که با همین آدم سنگی ها زندگی میکرده ولی توی نبرد هیچ کمکی به این دوتا خدا نمیکنه، حسودیش میشه که اینا آدم شدن، مثل آدم شدن. پس به مادر سنگ ها حمله میکنه تا اساره اونو ازش بکشه بیرون و خودش تبدیل به آدم بشه، ولی توی این کارش شکست میخوره. در آخرم بهمون آیتم میفروشه، قضیه ختم به خیر میشه. ولی خب اینجا باز دوباره مادر و پدر سنگا به موشه احترام میذارن و ازش به خاطر اینکه توی نبرد کمکشون کرده تشکر میکنن. آخرم بهشون یه غار میدن تا فعلا برن اونجا زندگی کنن. پس رفیق موش که ببر بود به همراه دوتا پسرش به اضافه پادشاه شهر، اونم با دوتا پسرش میرن توی این غاره، تا وقتی که ووکانگ بهشون حمله میکنه. چرا؟ چون یکی از ببرا اومده بود استاد ووکانگ رو گرفته بود تا بده به موشه تا بخورتش، نمیدونست استاد ووکانگه. پس ووکانگ به غار میاد و واسه پس گرفتن استادش مجبور میشه از راه زور استفاده کنه. پس با پدر ببرها میجنگه و میکشتش. ولی بعدش سری موشه با باد مرگافرینش به ووکانگ حمله میکنه و تا مدتی کورش میکنه. در حین نبرد یه سنگ با ارزش هم از ووکانگ میدزده. بعد از خوب شدن ووکانگ متوجه میشه که فقط یه نفر از پس این موش زرد و همچنین باد قدرتمندش برمیاد، لینگ جی، همون که گفتیم واسه یادمون بمونه اسمشو میذاریم لویجی، همون کسی که در اول قصه قرار بود موشه رو تحت آموزش خودش قرار بده ولی موشه وسط راه قدرت باده رو پیدا میکنه و از دستش فرار میکنه. پس لینگجی و ووکانگ با هم به جنگ با این موش میرن. لینگجی در نهایت جوری موش زرد رو با استفش که تبدیل به اژدها میشه کتک میزنه که موشه دوباره برمیگرده به شکلی که روز اول بود، تبدیل به یه موش زرد کوچولو میشه. حالا هم موش بادافزار دیگه نیست و همچنین پدر ببر هم که کشته شده، ولی دوتا بچه‌هاش هستن. ببر بزرگه میشه رئیس آدم سنگیا. برادر کوچیکم کلی به برادر بزرگش حسودی میکنه و خشمگین میشه از دستش. میگه اگه من برادر بزرگ بودم الان همه اینا سهم من بود. برحال این وسط پدر سنگ ها یهو غیبش میزنه و یکی از بزرگترین آدم سنگی ها میره تا پیداش کنه. پدر سنگا متاسفانه معلوم میشه میخواست راه همون آدم سنگی شرور قدرتمندی که قبلا نابودش کردن و ادامه بده و تبدیل به قدرتمندترین آدم سنگی بشه. اینش منو یاد یوه توی سریال افسانه شجاعان انداخت که حتما باید ببینیش بچه ها، وگرنه ناراحت میشم، دوبلم شده. بران 100 سال میگذره و موش قصه ما دوباره با همون فرم غول پیکرش برمیگرده به یلو ویند ریج و معلوم میشه لینگ جیو هم کشته. اینجا پادشاه شهر با پسر کوچیکش میاد طرف این موشه. پسر بزرگ نمیاد. چرا؟ چون زندانی بوده و کم کم داشته مثل ردان توی الدن رینگ عقل خودش هم از دست میداده. کم کم داشته توی زندان دیوونه میشده. ولی خب این وسط بچه ببرا میان به موش زرد و پادشاه شهر حمله میکنن، چون باور داشتن این موش زرد بوده که باعث شده باباشون از دست بدن. درستم فکر میکردن.
در نهایت هر دوشون از موش زرد که حالا به لطف کله لینگجی قدرتش چند برابر شده بوده شکست میخورن و موش زرد هر دوتاشون رو هم میبخشه. بچه ببر بزرگ رو هم میکنه مشاور خودش، درست کاری که با پدرش کرده بود. بعدش هم میره تا با مادر سنگ‌ها که خیلی وقت بود ندیده بودتش یه ملاقاتی بکنه، ولی این وسط بزرگترین آدم سنگی منطقه که بهش میگفتن پسر سنگ‌ها میاد جلوی موش زرد وای میسه. اینجاست که ببر بزرگ که حالا مشاور موش شده بوده میاد پادرمیونی میکنه و بزرگترین آدم سنگی رو راضی میکنه تا به موش زرد بپیونده. آدم سنگی هم راضی میشه. چرا؟ چون این ببر قبلا رئیس آدم سنگی ها بوده، یادتون میاد؟ و با این آدم سنگی هم رفیق بوده. سالها میگذره، ببر بزرگ درست مشاور موش زرد بوده ولی میاد مخفیانه کم کم افرادشو میخوره و تیکه پاره میکنه بدون این که کسی بفهمه. چرا؟ چون ته دلش از موش زرد متنفر بوده. برادر کوچیکترم میره توی یه چاه زندگی میکنه تا مهارت جنگاوریشو تقویت کنه. ولی یه روز یه پدری با پسر مریضش وارد منطقه میشن. پدری که قبلا شمشیرباز بسیار ماهری بوده، سامورای جکی بوده واسه خودش، ولی به خاطر عاشق شدن این کارشو میذاره کنار به احترام همسرش. این بابای میخواسته از لینگجی کمک بگیره تا پسرشو درمان کنه، پس میره به چاه ببر کوچک و ازش میپرسه که آیا تو مشاور موش زردی؟ ببر کوچیکم نمیذاره نه برمیداره، میگه بله خودم هستم. خودشو جای برادر بزرگترش جا میزنه. بعدش هم به بابای میگه پسرت به خاطر باد مرگافرین مریض شده، بیا این معجونو بهش بده تا بخوره و خوب بشه. در واقع این معجونو برادر بزرگترش بهش داده بوده تا بتونه باهاش زخماشو درمان کنه. ولی خب پسر معجونو میخوره و به طور شگفت‌آوری مریضیش خوب میشه. حالا این پدر و پسر به ببر کوچیکه احترام میذاشتن و بهش میگفتن ایزده ببرها. روزها میگذره و این ببر کوچیکه که حالا ایزده به اصطلاح ببرا شده بود گشنش میشه و به بابای میگه منم مثل پسرت مریض شدم، واسه این که خوب بشمم باید گوشت آدم بخورم. بابای هم به ناچار میره بعضی از افراد روستای خودشو گول میزنه تا به چاه ببر کوچیکه بیان و بشن غذای ببر و این کارو تا چندین روز هم ادامه میده. از این طرف ببره به پسر بابای معجون میداده تا هر روز بهتر و بهتر بشه، از اون طرف هم بابای پسره واسه ببره آدم میآورده تا سیر بشه، تا اینکه یه روز اینشو میذاریم واسه پارت بعدی، شوخی کردم بقیهش، تا اینکه یه روز که پدر و پسر میرن به روستاشون دیگه با آدم بر نمیگردن، خودشونم بر نمیگردن. پس ببر کوچیک میره تا ببینه چه اتفاقی افتاده. وقتی به روستای پدر و پسر میرسه هم سورپرایز میشه، چون میبینه یه نفر اومده کل اهالی روستا رو سلاخی کرده. ببره حتی پسر مریض رو هم پیدا میکنه توی یه تابوت. پسر به طور وحشتناکی خونین و مالین شده بوده و به طور خیلی لزجی مرده بوده. قضیه اینه، یه روز مردم روستا متوجه میشن بابای این پسره اومده همشون رو گول زده تا غذای ببره بشن، ولی به جای انتقام گرفتن از بابای میان پسر بیدفاعشو خونین و مالین میکنن و میکشنش. بابای هم که اینو متوجه میشه قول خودش به همسرشو زیر پا میذاره و یه بار دیگه دست به شمشیر میزنه و همه ی افراد روستا اما زن، مرد و بچه رو با یک حرکت میکشه. در آخرم گیر ووکانگ میفته و به دست ووکانگ کشته میشه. اسباب بازی پسرش هم میده بهش تا ووکانگ بتونه با روح پسر ارتباط بگیره، به چاه ببر کوچیک برسه و ببر کوچیکو به درک واصل کنه. چقدر قصه این بابای منو یاده میدرا توی الدن رینگ انداخت. به هر حال این وسط ببر بزرگ و پادشاه شهر که هر دو زیر دست موش زرد محسوب میشدن خیلی با هم میونه خوبی نداشتن. فقط ببر بزرگ از پسر پادشاه شهر میترسید، وگرنه تو الان پادشاه شهر رو خورده بود. پادشاه شهر هم یه حدسایی در این باره زده بود و داشت توطئه میکرد این ببر رو بکشه، ولی قبل از اینکه نقشه هاشو عملی کنه ووکانگ از راه میرسه و پادشاه شهر به اضافه پسرشو میکشه.
بعدش هم میره پسر ارشدش رو که زندانی بوده پیدا میکنه و میکشه. بعدش میاد ببر مشاور رو میکشه و فقط میمونه خود موش زرد که معلوم میشه اومده از قدرت همون هیولایی که توی شهر پادشاه شهر بود استفاده کرده، لینگ جی رو کشته و الان هم داره تلاش میکنه تا علاوه بر قدرت الانش از قدرت سنگی که قبلا از ووکانگ دزدیده بودم استفاده کنه تا از چیزی که هستم قدرتمندتر بشه. درست اینجاست که ووکانگ از راه میرسه و توی یه نبرد خونین موش زرد رو به درک واصل میکنه. سر لینگ جی رو دوباره میذاره روی جسدش، لینگ جی زنده میشه و سنگ ووکانگ رو بهش پس میده. و اینم از عاقبت باس اصلی چپتر دوم، موش زرد. توی چپتر اولم تقریبا یه اینطور داستانی داشتیم، با این تفاوت که خیانتای خیلی زیادی توش رخ داد. اگه ویدیوشو هنوز ندیدین پیشنهاد میکنم با کلیک روی صفحه حتما ببینینش. توی ویدیو بعدی میبینمتون. فرل.